اونچه که من میتونم بگم که این است که این شهر برکلی به من یک انسان رو داده و این شهر رو من سالهاست که درش زندگی میکنم. به این معنا که هنوز آقا نرفته بودن ایران، من آمدم اینجا. وقتی آقا رفتن ایران من اینجا موندم و به این دلیل بچه‌هایی که اینجا بودن من همه با همه مشربای سیاسیشون آشنا بودم و اسم این شهر رو من گذاشتم جمهوری دموکراتیک خلق برکلی. و علتش این بود که واقعا بچه‌ها با هم زندگی می‌کردن و می‌کنن و خیلی خوب. چیزی که برکلی به من داده دکتر عباس میلانی، تعارف نمی‌کنم باهاش. من ایشون رو از سال‌های دور در اینجا شناختم، پیش از اونم در تهران ندیده بودمشون، نمی‌شناختمشون. و اولین برخوردم با ایشون این بود که دیدم کتابی رو نوشته بودن به نام تجدد و تجدد ستیزی، محبت کردم بنده خوندم و دیدم که با یه آدم متجدد روبرو هستم، نه آدم فکل کراواتی. تجدد در معنای واقعی کلمه. و این برای من قابل احترام بود و همیشه این احترام رو براش داشتم، تا اینکه یه روزی من دیدم که نه، این خیلی متجددتر از اونه که من فکر میکردم. و اون این بود که صحبت این بود که صحبت پاورقی نویسی بود در ایران. یهو ایشون برگشت من گفت شما که پاورقی مینوشتی چرا این نویسی جز ادبیات معاصر ما ضعف بشه؟ و اصرار در اصرار بنده رو وادار کردن که تاریخچه پاورقی رو در ایران در مجله ایران شناسی بنویسم. البته در 4 شماره نوشتم به اسم پاورقی نویسی در ایران. شماره 5 که نتیجه گیری بود بر اثر تنبلی شخص من باقی مونده و امیدوارم یه روزی این 5 مقاله رو بتونم یک کتاب بکنم خدمت ایشون تقدیم کنم. اما اصرار دوم ایشون در مورد همین کتابی بود که امروز می‌خوایم صحبت کنیم. یه روز اومد پیش من گفت آقا این مرده آدم جالبیه، شما چرا باهاش مسابقه کردی؟ کاپ چاپ نمی‌کنی. من حالا حوصله‌اش رو ندارم. و داستان این بود که واقعا این کتاب برای کتاب نوشته شدن نبود، مجموعه مصاحبه هاست. اما اونچه که مهم بود این بود که لازم بود یک مسببی داشت پیدا بشه این کتاب رو به وجود بیاره. مسببش این خانومی که اینجا نشسته از خانومی تمام کاغذ ها و کتاب ها و عکس های ما رو حتی رو برشون رو دوز اینجا روزم روز به روزم راه میرفت تو خیام قول میزد که من با اینا چیکار کنم، اینا چیه؟ آوردی تو خونه؟ من باید خانم آخو من که اهلی کتاب نوشتن نیستم، اصلا این بلد نیستم کتاب بنویسم، من روزام نویسم. بالاخره مسبب این کتاب ایشونه، اما مشوقینی هم بودن که یکیشون ایشونه. بنابراین این واقعا دومین قدمی است که دکتر میلانی در حق من برداشته، منو تشویق کردش که این کتاب رو در بیارم. حالا راجع به کتاب بعد صحبت میکنیم. غرض من تشکر از کل جمعیتتون بود، از برکلی لکچر بود و حمایتی که از این کار میکنید و راهی رو که میرید. و من در تمام این سالها همراه شما بودم و از دکتر میلانی خواهش میکنم. بنده خواستم خیلی از آقای دکتر الهی تعریف کنم بعد از این صحبتی که کردن. باید یک کمی کمتر تعریف کنم که فکر کنم داریم ما رو تا در صفحه 346 این کتاب مستطاب آقای دکتر الهی نوشتن آدم های دنیای ما بر دو دست، آنها که برای هیچ و باز هم هیچ هیاهوی بسیار میکنند و آنها که بسیار کردن و هیچ هم ندارند. در عصر ما که عصر گزاف گفتنها و لاف زدنهای بسیار است و فروتنی و تواضع اکسیر نایاب روزگار، یافتن آنان که به راستی در دنیای بزرگ خیش با فروتنی فراوان زندگی میکنند کاری آسان است. سعدالدین الهی به گمان من
یکی از همین آدم هاست. 60 ساله در ایران در نهایت شرافت حرفه‌ای و در نهایت درایت سیاسی، ورزشی، هنری کار کرده. امروز به گمان من در تمام ایران و خارج از ایران هیچ روزنامه نگاری نیست که در حد دکتر الهی، به وسعت دکتر الهی، به عمق دکتر الهی و به شرافت دکتر الهی این حرفه روزنامه نگاری خدمت کرده باشه. ولی فقط در حرفه روزنامه نگاری نیست. من شاید به داستان‌های پاورقی اشاره کردم. روشنفکرای ما متاسفانه در یک دوران بسیار بسیار طولانی ادبیات رو فقط اون چیزایی می‌دونستن که خودشون دوست داشتن و به اصطلاح از خلق دفاع می‌کرد، ولی اون چه که خلق می‌خوند زیاد مورد توجه دوستان نبود. دکتر الهی زمانی که ده ها هزار خواننده داشت و به انواع اسم‌های مختلف می‌نوشت در روزنامه‌های و مجله‌های پرتیراژ، یک نفر در مورد اینها یک نقد جدی ننوشت. تا به حال هم فقط خود همت دکتر الهی بوده که این پاورقی‌ها نظم و نسقی درست کرده. اینها صدها هزار خواننده داشته. بسیاری از اینها من به ذرس قاطع میتونم بگم که در تاریخ ما، تاریخ نویسندگی قصه ما، کمتر کسی به اندازه دکتر الهی یا مستعان یا چند نفر دیگه که در این زمینه مهم بودن خواننده داشته. نوع کاراش هم فقط میخوام یه تیکه ازش براتون بخونم که بفهمید این پاورقی هایی که میگه و ما به سرسر ازش میگذاریم از چه جنسی هستن. این خلاصه چند شماره قبلیست از این پاورقی که نمیدونم چند شماره این شد. من زن متلایی شهر شما هستم. از من خواستید که داستانم را برای شما بگویم. من مثل همه دخترها شوهر کردم، اما بر اثر الواتی شوهرم تصمیم گرفتم که از او انتقام بگیرم و به اقوای مردی به نام شرافتزاده که رئیس کارگزینی یکی از وزارتخانه ها بود، شبی خودم را به خان بزرگ که از خوانین مشهور فارس بود تسلیم کردم. این داستان پری قفاری است. این شرافت زاده کسی نیست جز تیمسار، رئیس دفتر شاه، متهمش به دو جلد خاطراتش نوشته، فردوس، تیمسار فردوس. و فردوس در خاطراتش دقیقاً گفته که پری غفاری رو برای شاه برده و در طول این داستان شک باقی نیست. هر خواننده با درایتی در این زمان میفهمه که این مراد شاه و این مراد پری غفاری است. این در تهران مصور در اوج سانسور چاپ میشه. پس وقتی از پاورقی صحبت میکنیم از ادبیات بسیار مهمی صحبت میکنیم که برخی از اونها به خصوص اونهایی که نوشته دکتر الهی بود، تا اونجایی که من خوندم اونهایی که نوشته مستعان بود، بسیار بسیار با ارزشن و مستحق بررسی عمیق. این کتاب هم به گمان من بسیار از یک جمدوخ با خود دکتر الهی شباهت موضوعش، یعنی ستزیا. سدزیا به گمان من یکی از مهمترین شخصیت‌های قرن بیستم ایرانی، ولی تا به حال قبل از این کتاب یک کتاب جدی در مورد این شخصیت نوشته نشد. دلیلش هم خیلی واضحه. دو گروه اصلی که عالم مقال روشنفکری ایران رو تعیین کردن، یعنی چپ و میانه روها، طرفداران دکتر مصدق یا طرفداران حزب توده یا دیگر گروه‌های چپ، سدزیا رو تقلیل داده بودن به مسبب کودتای سیاه. و این شخصیتی که در اون زمان نقش تاریخی مهمی در انجام اون کودتا انجام بود و بعد در سالهای بعد از جنگ نقش بسیار مهمی در تحولات ایران تا
تا 1855. تا 1855 من به ذرس قاطع میدونم بهتون بگم هر وقت ایران بحرانی شد بعد از 41، کاندید اول انگلیس ها برای نخست وزیری سپ سیاه بود. یک چند شخصیتی تا به حال در موردش یک زندگی نامه درست حسابی نداشته شد، ولی دکتر الهی تونسته این شخص رو با سخن بیاره و روایتی از اون بده که به نظر من خوندنش برای همه که میخوان تاریخ ایران رو بدونن، میخوان بدونن سبزی ها کی بود، واجبه. خود دکتر الهی در کتاب گفته این روایت سید هست یا آقا هست، اونچنان که بهش اشاره میکنن، از زندگیش. یعنی بایستی با دقت خوندش، بایستی در هر ادعایی که سید کرده شک کرد، چون خاطره ایست از خودش و در مورد خودش شاید غلوف کرده، در مورد خودش شاید مسائلی رو پنهان کرده. وظیفه خوانندگان بعدی است، وظیفه محققان بعدی است که با در آوردن اسناد صحت و سقم ادعاهای این شخص رو تعیین بکنن. ولی کار کارستانی که انجام شده اینه که باب بحث در مورد سید و این کتاب باز شده و به نظر من بحثی است که لازمه و بحثی است که هم آقای دکتر الهی، هم سرکار خانم الهی که ازشون استدعا خواهیم کرد تیکه هایی از کتاب خودشون مرحوم فرمودن لطف کنم برای ما بخونم، آغاز کردم. ترتیب برنامه هم اونچنان که دوستان هم کردن این است که من چند سوال مختصر میکنم، بعد یک استراحتی قرار بکنم که اگه میخواهید کتابی بگیرید تو این حساب بکنن، بعد برمیگردیم برای سوال شما و جوابای مستقیم. من وقتی که این کتاب رو میخوندم، نکته‌ای که برام خیلی جالب بود میزان اعتمادی است که اون به شما بده. چطور این اعتماد آغاز شد؟ اینکه اون آدم بسیار محتاطی بود در خیلی از زمینه‌ها. عرضم حضورتون در کتابم اشاره کردم یک رابطه نوعی حرفه‌ای بین من و ایشون برقرار شد. این آدم جنساً روزنامه‌نگار بود، با روزنامه‌نگارهای مختلف هم زندگی کرده بود. وسط اینا منو پسندید، فکر می‌کرد درست حرف می‌زنم، درست سوال می‌کنم و به نقطه‌های ظریف فکرش پی می‌برم. علت دوستی آشنایی ما این بود. من قرار بود یه مصاحبه با ایشون بکنم و پاشم، ولی در حقیقت او ول نکرد، گفت که باز هم مصاحبه‌های دیگه کردیم، باز اصلا رفت و آمدمون یه صورت خانوادگی پیدا کرد. این دوران مصاحبه‌ها چند سال طول کشید؟ از 1343 تا 1347 که من رفتم به اروپا و بعد در 48 که ایشون فوت کرد، از 43 تا 47 و مصاحبه نبود. یعنی مصاحبه بعضی اوقات حرفایی رو که میدادی میگفت حالا میخوام اینو چاپش کنم، ولی در همین تیکه میبینید که من گفته ها و نگفته ها دارم. حرفایی میزده که میگفته حالا مسلم واسه نوشتن نیست، واسه گفتن نیست، واسه من میگفته، واسه خانم میگفته. این دوستی کوتاه مدت بود در حقیقت آشنایی، ولی اعتمادش خیلی مهم بود. در تمام این مدت قبول کرده بود که من مثلا شکلات بزنم. یکی از شایعات بسیار مهمی که در مورد سید هست و این توی اسناد سواک در موردش در اومده این است که این یک صندوقی داشت از اسناد بسیار بسیار محرمانه و اون رو در منزل نگه می‌داشت و راننده آخری که شما بهش اشاره می‌کنید میگه چند راننده عوض کرد. سواک مدعی است که راننده آخر مأمور انگلیس بود و به محض اینکه سید مرد این اسناد رو از ایران خارج کرد. آیا این به قول شما باور کردید؟ خیلی عجیب به نظرم میرسه، شاید هست شاید نیست. برای اینکه ملاحظه کنید، من تنها چیزی که میتونم خدمتتون بگم اینه که من با این دوست روابطم جوری بود
که شاید تنها آدمی بودم که در اتاق شخصی خواب این آدم حضور پیدا کردم. روزی ناخوش بود، رفتم به دیدنش در سعادت آباد. از پذیرایی اتاق پذیرایش گفتن که آقا گفته دراز کشیدن، گفتن شما بیرون اونجا. من رفتم یه اتاق خیلی معمولی بود، به تخت چوبی، یه لحاف معمولی، و توی اون اتاق من چیزی ندیدم. حالا این صندوق بوده، نبوده. البته خودش مرتبا مرتبه فرمودید به یک کتاب سیاه اشاره میکنه. این از اولین مصاحبه که با حسن مقدم کرده و 3 ماه بعد از کودتا گفته من یه چیزایی دارم تو کتاب سیاه نوشتم. نمیدونم، میترسونده، دروغ میگفته، آدم ها رو گول میزده، نمیدونم، من نمیدونم. ولی من چیزی خاصی به عنوان سند و مدرک هیچ وقت ایشون نگیرم. هر چی کاغذی داشتش که خب میخواست انتشار، مثل اعلامیه ساد چیکوف، اینو رفت آورد داد به من گفت اینو جا بش کنید. نه، من چیزی یادم نمیاد. توضیح در مورد اون مصاحبه مقدم بگم. مصاحبه مقدم اشاره به اولین، همونطور که فرمودن، مصاحبه ایست که سبزیا بعد از رفتن از ایران یا بعد از اخراجش از ایران انجام میده و آقای دکتر متن مصاحبه رو در این کتاب آوردن. یکی از جالبترین صحنه‌های کتاب برای من این است که نخست وزیر ایران حدود 1.5 ماه بعد از پایان دوران نخست وزیریش قالی بر دوش داره در خیابان‌های برلین قالی فروشی می‌کنه. بله، بارها میگفتش. میگفت من این کار رو میکردم برای اینکه زندگیم اون روز بگذرونم. حکایت مالی، زندگی مالیش خیلی پیچیده نبود از نظر من تا اون موقع رفته. بعد او یه چاپخانه ای در ایران داشته، این چاپخانه رو رضا شاه براش فروخته، پولش رو بهش داده، ایشون با اون پول رفته بود فلسطین و زمین ها رو خریده و این چیزه در کتاب بسته. یه نقطه که خودش این کتاب میگه، ولی این میگه که من اومدم اون رضا شاه کتاب مطبع رو برام فروخت، ولی وقتی که داره از ایران میره رضا شاه بهش میگه هر چقدر پول میخواهی بردار، 25,000 تومان اون روز برمیداره. کسی که تمام بیت المال در واقع دستش بوده و میره و شروع میکنه با اون کار کردن و در هر کار دیگری هم که میکنه، چه در سوئیس قالی فروشی، چه در فلسطین زراعت، چه در ایران دوباره زراعت، از لحاظ تجاری ذهن خیلی جالبی داشت. خیلی زن، خیلی آدم بسیار آدم روشنی بود در مورد کاری که میکرد. هیچ وقت سعی نمیکرد کارو گنده بکنه، ولی کاری که میکرد یک کاری میکرد که گنده میشد. شما در یه جایی ازش خیلی به صراحت پرسیدید که میگن تو نوکر انگلیسی. من اول زوابه همین پشت این کتاب که میبینید، اولین سوالی که من ازش کردم کنار دستش نشستم، هم اولین مصاحبه بهش گفتم راست شما انگلیسی هستین؟ قلم کاغذ دست منه، میدونین دست من، این دست منه، مشی دستمو گرفته. گفت اینطور میگن. و گفت یه استدلال خودشو داشت، من نمیتونم استدلال قبول بکنم. گفت نوک برای اینکه دوستی با انگلیس برای آدم ممکنه نفعی نداشته باشه، ضرر داشته باشه، ولی دشمنی با انگلیس از اون نابودی رو در میشه. البته این من باید بگم که عکس روی جلدی که آقای دکتر الهی انتخاب کردن دوباره از این صدر ایشونه. اگر هر روزنامه نگار دیگری بود عکس میذاشت که آقای دکتر الهی ما چون نگه این دفعه عکسی گذاشتن که آقای سدزیا مچه و بعد کاری کردیم که گرمه. آقای سدزیا رو زمین چمن نشسته با بنده داره حرف میزنه. یعنی این آدم به این اندازه با من روابطش رو روز میده. اینم من اون مقدم نه؟ بله 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 اون گوشه هم اون مصاحبه مقدمه. این کتاب برای من واقعا گیرایی یک رمان رو داشت، با اینکه چند مصاحبه است و چند گفته و ناگفته است و بعد چند منحقات. قاعدتا آدم حدسش از بیرون این است که این بایستی یه چیزی باشه که آدم گهگاه بتونه بخونه، ولی یک گیرایی رمانی داره، یه مثل پرداخت یک شخصیتیه. شما اگر میخواستید ستیار رو به عنوان یه شخصیت رمانی
به اجمال توصیف بکنید چی میگفته در موردش؟ تو اون پاورقی ها طبعا نوشتن مرد مرموز بوده، مرد مرموز مثلا، ولی حقیقت اینه که این آدم در این طول سالهایی که من دیدمش، این کتاب اصلا یه کار تازهی که من کردم و مورد ایراد هم قرار گرفتم موقعی، حتی ناشر دعوا کردم فوالی، اسم این کتاب من گذاشتم کتاب روزنامه. یعنی کاری کردم که در حقیقت شما کتابو که برق می‌زنید نیست که روزنامه رو دارید می‌خونید، مثلا روابطش با روابط با هم وصله، مثل یه رپورتاج متصل به همه و شما همین دارید، شما خوشتون اومده که فکر کنید یه رمانه. نه، این در حقیقت کتاب روزنامه است. تا خوب به قول روزنامه نویسا ادیتش کردیم. وقتی که شما باش مصاحبه میکردید، مصاحبه مال 1343 است. از اون زمان تا به حال خیلی اسناد تازه‌ای در مورد کودتا بیرون اومده. سید در اینجا ادعا میکنه که من مخالف قرارداد 1919 بودم. ولی من در اسناد چندین سند پیدا کردم که به صراحت به سفارت انگلیس و ادعا میکنه که با سفارت انگلیس تماس زیادی نداشته. اینا هر دو به نظر نمیاد درسته. یعنی میشه به قد گفت که درست نیست. این اتفاقا میره به سفارت انگلیس میگه که قرارداد 1919 به شکل فعلی قابل اجرا نیست. شما منو نخست وزیر کنید، من میام یه خود به شما فوش میدم و بقیه قبلی هم فوش میدم، ولی مفاد این قرارداد رو اجرا میکنم. آیا فکر میکنیم در چاپ های بعدی اضافه کردن برخی از این اسناد به عنوان زمینه میتونه کمک بکنه یا گیج میکنه؟ حتما میتونه کمک کنه. منتهی یه چیز کوچکی رو آقای دکتر میرانی من بهتره اطلاع همتون بگم. یکی از یادداشت های به اصطلاح بعد از چیز به اصطلاح نگفته ها آمده، این قابل توجهه و اون موقعی است که سید از چی صحبت میکنه؟ از این گزارش هایی که به سفارتخان ها از مرکز های از مثلا تهران به انگلیس فرستاده میشه. یه قابل اعتماد نیست. میگه آقا این گزارش ها چه ضمانتی داره که درست باشه؟ برای خوش آمدن طرف این گزارش رو نفرستاده باشن. بعد تهش میگه مگه همه این گزارش هایی که الان سفرا میفرستن واسه اهل اطراف برای خوش آمده ایشون نیست. استدلالش خیلی استدلال جالبیست. از اعتقاد اونه، من نمیدونم، ولی معتقده که این بسیاری از این گزارش ها میتونسته مورد جوری باشه که سفارت مورد نظر، وزارت مورد نظر این گزارش رو بپذیره. خب اتفاقا از اون بابت هم اگه بهش نگاه بکنیم، سلسیا شاید محترم ترین شخصیتی است که در گزارش های سفارت انگلیس بهش اشاره میشه. اینها یه گزارش های سالانه تهیه میکنن، شاید هم همیزم میکنن که اجمالی مثلا بیوگرافی چند صد چیزی در مورد هر ایرانی می نوشتن. درست. همه این مسائل مهم رو اونجا می نوشتن. به همین خاطر هم هست که این از دیرترین اسنادیست که علنی میشه. از اولین باری که اسم سید ضیاء هست، از او به عنوان روشنبین‌ترین، صادق‌ترین، معالندیش‌ترین ویژنری ایران میگه که اولین توصیف از سید میکنن، میگن این 100 سال زود به دنیا آمد در ایران، این آدم 100 سال آینده خودش هم نمیدونه. شاید ما مونده بودیم آمده بگو من زود دنیا آمده چطوره؟ باید نیست. برحال قدر مسلم اینه که انگلیس ها با ایشون نظر منفی نداشتن، به شکل چنان که برخلاف اون چه رفقای کمونیست و توده ما میگفتن روز ها یعنی شما این گزارش اسمیرونوف رو، نامه ای که به مدر نامه به چیز نوشته، نامه ای که به وزیر سفیر زمان باشه زمان
این گزارش نشون میده که به شدت معتقد است که ما باید با دوستان زندگی کنیم. نمیشه روشون باستیم، نمیشه بهشون پنجه بکشیم. و این کافتر افضایی که آمده به تهران که قرار داده نفت رو ببنده، این داره بهش میگه آه این کارا رو بکن تا این کار عملی باشه. و بعد جالب تر از همین توی همین کتاب پایگذاری میکنید که در همین موقعی که مسئله کافتارتزه مطرحه و مسئله نفت مطرحه، به شدت با امریکایی ها که میخوان پاشون رو میذارن تو ایران مخالفت میگه اینا کسایی هم که میخوان بیان یه جای دیگه تیکه دیگه نفت بارو بگیرن و برن و حالا اگه اینایی دو دو دارم میبرن و ببرن دیگه به من چی کار دارم؟ به ما چی کار دارم؟ نه هم هم چون چیزی من با این با برای نمیدونم مثلا چه مدعیه که معمار اصلی قرارداد 1921 که در واقع به رسمیت شناختن ایران از شوروی به دستور او انجام شده، اون هست که نیروهای شوروی از ایران بیرون میره. بله، به همین خاطر اینا با من مناسبات بله خوبی داشتن. بله، یعنی اولین دیگه که وقتی من اونجا بودم که لنین در پتروگراد اعلام قضیه انقلاب کرد و اینها، من بلا فاصله آقای علا که در چیز بود تلگراف کردیم آقا هیکلی سزار سرنگون شد، فکر این باشیم که ما این دولت جدید چی کنیم. این سید رابطه خیلی ویژه‌ای هم با شاه داشت، شاید از منحصر روابطی بود که فوق در این مورد غیر از اون که در کتاب هست مطالبی به شما گفت؟ نه چیز خاصی نگفت، ولی یه چیزش خیلی جالب بود توی کتاب هم نوشتم. این با شاه هر وقت روابطش، یعنی اوقاتش دستش ترس بود میگو بهش میگو شاه، هر وقت اوقاتش خوب بود میگو حل حضرت. و در موارد خیلی متعددی میبینیم که با شاه روبرو شده، بهش پرخاش کرده، تو همینجا من نوشتم و جواب گرفته. جالب تر از همه تو همین یاد داشته میبینید که برگشته به شاه گفته چرا این صحبت انقلاب انقلاب میکنی؟ اصلا انقلاب یعنی چی؟ کاری که داری میکنی اصلاحات انقلاب نیست، انقلاب کار خونریزیه، تو کار اصلاحات داری میکنی. مگه بابات که روزا زن و راه بیه به اجاب کرد انقلاب کرد؟ این خیلی حرف جالبیست، یعنی نوعی تفکر ضد انقلابی نوع اون رو میرسونه. حالا میگه که تو با این انقدر صحبت در مورد انقلاب، مفهوم انقلاب رو در ایران عادی میکنی، در بقیه جاها انقلاب رو قدیده غیر متعارف است. بله خیلی شدید، خیلی شدید. یعنی همینجا این پیدرش کنم یه دیگه یک شاه بهش چی میگه خودش خوندنیه. خودش میگه پس شما ارتجایی هست؟ آره نه، یه هم مرتجه معروفی. بله میگه نه تیکی درخت دینمک نیست که آن چیز رو میبرزید و همین کنه گفته که میگه رفتم صبح پیش شاه بابادش تنخ بود سخت. گفتم چی شده؟ گفت هیچی، دیشب این ملکه انقدر جونم غر زده که تا صبح نخوابیدم. گفتم آقا قربان اگه آدم ها عاقل بزنش توی اتاق میخوابه. یعنی این جرأت رو داشته ها. بله البته آقای در کتاب آمده که آقای علم این همین ماجرا رو در خاطرات علم بله نقل کردیم. بله گفتم ایشون نقل کردن که ایشون کم این صحبت رو صبح با علم هم میکنه و میگه که سرزی ها گفته باید اتاق هم جدا بکنم و بعد ظاهرا جدا میکنه. به عنوان زندگی نویسش ها میتونم عرض بکنم که حسابش به سبب کنه نه تنها اتاق بشه. بعد خیلی از این مورد آدم با جرعتی بود، مثلا تو همین تیزیون زیر یاد داشته عادات عنیف یاد موشه که اینجور راجب والا حضرت اشرف حرفای زده. ولی یه تیکش که این خانم و من شاهد بودیم که اینجا ننوشتم من یا نوشتم نمیدونم اینه، آقا ما رو دعوت کرد برای افتتاح درمانگاه سعادت آباد در چیز در سعادت آباد در مونگاه شاهنشاه سازمان شاهنشاهی
حالا حضرت اشرف رئیس سازمان شانشگاهی بود، ما هم رفتیم نشستیم بوشونم اومدم پرده رو که برداشتن دیدن نوشته که در بنگاه محمد جعفر قاجار. بعد شروع کرد به صحبت کردن، گفت من امروز این در بنگاه رو به این اسم گذاشتم که این کدورتی که به دست من بین خانواده قاجار و پهلوی برپا شده از بین بره. من یادمه که این آقای جواد میرکریمی دوست ما بود که در اون زمان مدی چیز روابط عمومی سازمان شاهنشاهی بود. این جواد میرکریمی عموی همین راس میرکریمیه. عرضم حضور زن که گفتش که حرفش زد و موقع چایی شده گفت که خب قهوه دارین و سید نه خب مهمید فقط چایی نعنا اینجا هستش به والدت اشرف با فقط اینجا چایی نعنا هستش. بعد توی کتاب من نوشتم که یه روز والدت اشرف از من پرسید مردم درباره من چی میگم، گفتم والدت خیلی از شما تعریف میکنم، فقط میگم بعضی عادات عنیف دارین که اگه اون کار رو نکنین خوبه. خب اون نفهمید عنیف یعنی چی. عنیف یعنی زشت، ولی زشت با زشت با معنی جنسی خلاف غیرت مردانه. رابطه واقعا نمیشه در مورد سیه صحبت کرد، برای در مورد رابطهش با دکتر مصدق صحبت نکرد. شما چند جا بهش اشاره کردید، یکی دو جا به حملات واقعا شگفت‌انگیزی که دکتر مصدق بهش میکنه. بله. یه جا عملا متهمش میکنه به اینکه عادات عنیف داریم، عادات عنیف در اون زمان. در این مورد میشه بگید نظر کلیش چی بود؟ نظر کلیش در مورد دکتر مصدق نظر یک نظر منفی رسالت یه آدمه، آدمی بود که نمیخواست، نمیپسندیدش. لی اصرار عجیبی داشت که راجبش صحبت نکنه. در فقط در مورد دو مورد در کتاب من نوشتم صحبت کرده. یکی همون وقتی تو مجلسه مصدق با اعتبار نامش مخالفت میکنه، شروع میکنه جیغ و فریاد کردن. سید میگه اگه آب میخواین بیارم خدمتتون، آب ببرید آب نمیارم. بعد والا از چیز وقتی صحبت میکنه باز صدق شروع میکنه جیغ زدن که آقا این سید گیس دراز و فرستادن این مثل این سریش مثل ضرارش گیس داره. گفت من گفتم والا پیغمبر اسلام گیسش تا کمرش بود، ولی وقتی صحبت مستقیم میگیزن میزن شروع میکنه گریه کردن زنش میده رو تریبون، ولی معمولا زنا گریه میکنن زنی که میذارن تریبون میگه توی چیز بود. ولی حتما ملوزه کردید که روزی که فوت میکنه و صده این آدم تنها کسیست که میره پیش شاه و میگه آه این رئیس وزرای مملکت بوده، یه آدابی برای خاک سپردن و تشییع اجازه رو از وزرا هستش، این رو در مورد مصدق اعلام کنید. شما میگه سم این اومدی پیش من، گفت من نگاش کردم نه اینگه هم بخوام من زودتر نیام بیرون اون پشتش رو بکنه بیرون من پشتم بیرون. و این اتفاق سر خودش هم میفته در نتیجه در کتاب میبینید که وقتی که میمیره جنازه شو تا دم مسجد سپس حالا بیشتر نمیذارم داشت حفظ قیب حبیدا رو باید اینجا کرد. حبیدا هم میره به شاه میگه که این در مورد مصدق میگه که این مرده امروز اجازه بدید یه مراسم کوچیکی طبق رسم مألوف براش اجرا بکنیم. شاه مخالفت میکنه، در اون روز پرچم ایران در نیمه اهتزاز بود، ولی نه به خاطر مرگ دکتر مصدق بلکه به خاطر مرگ گاورنر کانادا. این رو من در کتاب خوبیدا آمودم. واقعا بعضی از نکاتی که داره تیزبینی هایی که آقای سید داره زیاده داره. من نقطه این که برام خیلی عجیب بود این تمایلات مذهبیش. شما در یه جا حتی میگید که این به نوعی آغاز نوع اسلام سیاسی، نه از نوع آخوندیش،
با اونجا خیلی بد بود ولی معتقد بود در این مورد ممکنه. ملاحظه کنید این اگر خود زندگیشو نگاه کنید و تاریخ اون رو نگاه کنید، ما در دوره هستیم که این موومان همین اسلامیزم در خاورمیانه راه افتاده و ایشون در اون فلسطین بوده. وقتی در فلسطین بوده در اون مؤتمر اسلامی فلسطین این معاون مؤتمر بوده، اعتقادی شاید به این داشته یا داشته که این اسلام عامل متحد کننده یونیفیکاتور همه این کارها است. اصولا آدم مسلمانی بود، یعنی اعتقاد به اسلام، نماز خوندن، این کارها داشت. ولی برخلاف بسیاری از رفقای محققین که اخیراً توی من، این به هیچ عنوان با اون نوع اسلام تروریست حسن البنا و جمهورجیز موافق نبود. نه باب صفبی، نه نون مثلا. نه اینجوری نبود. ولی آره مسلمان بود. و شما هم در مورد اون که یکی از کارهایی که بعد از کودتا میکنه بستن عرق فروشی هاست در اشتیلات میگیرید، جواب جالبی میده. میگید خب اینا قلبات و اشرار عرق میخوردن شب، زندگی رو بر مردم عادی سخت میکردن و ما به خاطر اون بستیمش. نه اسلامیه، یعنی واقعا مسلمون از این بابه. یعنی شما فکر کنید در مهمونی رسمی شب عید با سفرهای خارجی دوغ میذاره به جای شامپان. ماجرای علاقش به یونجه رو اگه ممکنه اونو باز خانوم بود بپرسید. بذی به دو خونه یا تیکش رو شما تشمیرید بخونید تیکش رو. هم عرض کنم که همونطوری که خود آقای دکتر فرمودن در بسیاری از این مصاحبه هایی که انجام شده خانم شرکت داشتن و در واقع در پس و پشت این کتاب و جلوی این کتاب و کنار این کتاب سایه برکت خانم همیشه هست. اولا دلیل این که این تیکه که میخوام براتون بخونم، من اینو یه بار دیگه در لس آنجلس موقعی که ایشون کتاب امضا میکردن خوندم. دلیلش هم این بود که نمیدونم چرا همه از این که سید منو با گاو مقایسه کرده خوششون اومد. به همین دلیل همینو براتون بخونم. دخترم باران هنوز شیر میخورد و به مراقبت احتیاج داشت. او 6 ماه و نیمه در بیمارستان شوروی تهران به دنیا آمد و فقط مراقبت‌های مخصوص بیمارستان جانش را نجات داد. به همین دلیل روزی که به ژنو به تهران آمده بود و از بیمارستان شوروی بازدید می‌کرد، اولیای بیمارستان باران را به اتاق آوردند و به عنوان یک معجزه پزشکی در آن زمان به ژنو نشاندند. باران شیرخواره بود ولی من شیری در بساط نداشتم و برای تغذیه او از شیر خشک استفاده میکردم. خواسته آن که تا چند ماهی پس از تولد شیر کمی را که داشتم میدوشیدم و با قطره چکان چکی چکی به خورد او میدادیم، چون هنوز قدرت پستان گرفتن نداشتم. بعضی روزها پس از پایان صحبت با آقا به هنگام نوشیدن چای نعنا، او صحبت را به مسائل خصوصی میکشاند. از جمله یک روز بدون مقدمه از من پرسید: خانم، وقتی شما در منزل نیستید چه کسی از بچه مراقبت میکند؟ گفتم پرستان مهربان و دلسوزی دارد که از خود من بیشتر مراقب است. باز هم پرسید کی به او شیر میدهد. داستان به دنیا آمدن او را تعریف کردم و توضیح دادم که چون این بچه 6 ماه و نیمه به دنیا آمده، من شیری نداشتم که به او بدهم. به همین دلیل مجبور شدم که از شیر خشک استفاده کنم که آن هم مرتبا باعث بیماری او میشود. آقا طبق معمول وقتی که میخواست مشکلی را حل کند، چشمهایش را بست، دستی به چانهاش کشید، کلاه پستی را روز سرش جا به جا کرد و گفت: این که کاری ندارد، من کاری میکنم که شما شیر داشته باشید و بتوانید این طفلک را سیر کنید.
در منزل به شوهرم گفتم آقا چه حرفای عجیبی میزند. لابد میخواهد شیر گافای مزرعه‌اش را در قزوین به سینه های من لوله کشی کنه. خندید و گفت والا از این آدم هرچی بگویی برمیگرد. روز بعد ساعت 7 صبح زنگ خانه به صدا درآمد. با عجله روشام را پوشیدم، در را باز کردم. راننده آقا بود. سلام کرد و شیشه بزرگی را که مایه سبز رنگی در آن بود به دستم داد و گفت آقا فرستادم و فرمودن اینجا باشم تا شما آن را بخورید. خندیدم گفتم جدی میگویید؟ گفت بله لطفاً آن را بخورید چون من باید زود برگردم و باید آقا را جای ببرم. گفتم مرسی شما بروید من همه آن را تا آخر میخورم. گفت معذرت میخوام. فرمودن تا نخورید نباید برگردم. به هر زحمتی بود نصف شیشه را سر کشیدم. راننده خنده‌ای کرد و گفت آقا فرمودن امشب خودشان سری به شما خواهند. وقتی او رفت دل درد شدید به سراغ آمد طوری که حسابی به خود میپیچیدم، ولی به تدریج دردم کمتر شد. طرفهای عصر که آقا آمد دیگر دردی نداشتم. ساعتی نشستیم و از سر دری صحبت کردیم و چای نعنا برایش آوردم. چای را خورد و بعد رو به من کرد و گفت خانم آن آشامیدنی رو که صبح برایتان فرستاده بودم تمام کردی؟ گفتم هنوز نصف شیشه باقی مانده. ولی این چی بود آقا؟ خنده کرد و گفت هم اولا این شیشه فقط مال امروز بود، فردا یک شیشه دیگر برایتان می‌فرستم. اگر کمی آب لیمو ترش هم در اون بچکانید خوشمزه تر میشه. با اخم گفتم ولی هنوز به من نگفته ای که این آب سبز رنگ چی بود. گفت آب یونجه خانم، یونجه که میدانید چیست. قرمز شدم و گفتم آقا مگه من گاوم؟ یک باره بفرمایید هر روز باید یک کیسه یونجه بخورم. قهقهه ای سر داد و گفت خانم مگر شما از گاو کمتری؟ گاو یونجه میخورد و شیرش زیاد میشود، شما هم باید آب یونجه میل کنید تا شیرتان دوباره راه بیفتد. از آن به بعد هر روز یک شیشه آب یونجه به خانه ما میفرستاد و من پس از یک هفته مانند زنی که تازه فارغ شده باشد این جدی میگم با سینه های پر از شیر باران را تغذیه میکردم و دخترم بدین ترتیب نجات پیدا کرد و من این را فقط مدیون آقا هستم. بعد از آن شاید یک سال بعد روزی باران رو روی جامعه نشان و با مسخرگی گفت مادرت خیال میکرد که از گاو کمتر است. ولی میبینم که اصلا از گاو کمتر نبود. بعدها به من یاد داد که چگونه برای باران یه غذای مخصوص با کره و آرد و هویج همینی که الان برای سگا درست میکنه رنده شده درست کنم که بچه با اشتها آن را بخورد و از نظر غذایی کم و کسری نداشته باشد. شما در مورد ماجرای سی تیر ازش می‌پرسید و کل اون تحولاتی که شما پاسخ خیلی که چی؟ که شما گفتید نظرتون در مورد قوام چی بود و نظرتون در مورد حکم که به قوام داده شده و بکر مالی مصدق مقایدتم با تنشی که بین او و مصدق وجود می داشت آدم انتظار می داشت که اون خوشحال می شد از این که نه بگیرده نوشته همین بله ارزم حدوده ایشون به شدت مخالف حکم می کرده البته شد با قوام خیلی بد بود و بازدتون باشه ولی به شدت مخالف این حکم بود و حرف باز هوشیارانه ای که زد که من در کتاب نوشتم این بود که من رفتم پیش اعلیحضرت خواهش کردم اگه میخواین فرمان نخست وزیری بدین برای الله یار صالح فرمان نخست وزیری رو صادر کنین چون هم مورد اعتماد مصدقه هم آدم شریفی است و هم میتونه کار رو به نتیجه برسونه. حرف منو شاگوش نکرد، برای قوام فرمان صادر کرد و بعد من خواستم مجبور بشم. بله من در تایید حرف ایشون میتونم بهتون بگم که اون شاه با الله یار صالح تماس گرفت بر اساس الله یار صالح گفت من علیه دکتر مصدق این کار رو نمی کنم و الله یار صالح بود که قبول کرد. شاه سعی کرد الله یار صالح رو نمیدونم اینو من نمیدونم نه من میتونم به قطع بگم که تو اسناد هست که شاه مایل به این که قوام رو بیاره نبود. انگلیس ها میخواستن که شاه اتفاقا خود سید رو بله میشن بله شاه یک وحشت عجیبی از سید داشت، یعنی واقعا 7-10 بار حداقل انگلیس ها پیشنهاد میکنن در مواقع بحرانی که شاه سید رو دوباره نخست وزیر بکنه و شاه
رزمارا رو مرسیه تشخیص. در کتاب توضیح دادم که شاه میگوید من تا سال 1327 که به شاه سوء قصد شد اصلا شاه رو ندیده بودم، برای اینکه ایشون فکر میکرد من برگشتم به ایران که علیه اون کودتا کنم کابینه تشکیل بده. از این بکران به فکر شاه بر در مورد سید این بوده. بعد اینکه آشتی کردن مثلا و بعد در یه یاد داشته دیگه نوشتم ازش پرسیدم چه وقت آه هیچ وقت بهتون پیشنهاد نخواست وزیری کرد؟ گفت بله، وقتی که حجیر رو کشتن من صدا کرد، گفت آه این مملکت اینجوری شده همه رو بیریم فلانه، شما که سابقه بریم بریم دستون در کار دست بگیریم و نخواست وزیر بشیم. گفتم اولا نخواست وزیری رو مجلس باید معین کنه، اعلی حضرت تایید بکنن، به علاوه که چه زودی من رفیق شاه باشم و نخواست وزیرش نباشم. این حتی چندین بار انگلیس ها حتی 1955 که بشیدیان ها میرن تلی خانم نمتون و میگن مملکت داره از هم میپاشه، نمتون یه گزارشی میرسه به وزارت امور خارجه میگه تنها کسی که میتونه ایران رو الان نجات بده سبزی هست. درست. به شاه پیشنهاد میکنن انگلیس ها و شاه مطمئن نه. یعنی تا 1955 هم واهمش رو ازش از دست نه واهمش رو آخر داشت. اینکه بیدونم اسم مرد میدونه، مرد عمله. در مورد زندگی خانوادگیش خیلی کم در کتاب هست. واقعا کم هم بود. یعنی ما من و خانم زن اولیه و اصلی ایشون رو دو بار در ایوان خانه سعادت آباد دیده بودم. خانم بسیار بود در رده محترمی. بعد از اون دیگه خبری نداشتیم تا این در چیز الله آباد که با این زن سوم ازدواج کرده بود و او رو دیدیم زن دهاتی بودش و صاحب بچه شده بود و ایشون همین خیلی من نسبت بچه ها خیلی پدر مهربونی بود و زن هم زن بسیار مهربان کار بود. خواهرم بعد از فوت سید اون خانوم با راننده این راننده بعدها این خانوم رو گرفت بچه ها رو بزرگ کرد. البته من هیچ وقت داستان لیدیل رو نمیخوام بیماتی کنم. شما بعد از تمام این صحبت هایی که باش کردید در مورد رابطهش با انگلیس ها به چه قضاوتی رسید؟ قضاوت این بود همه که خودش گفته بود دوست داشت که رفیق انگلیس ها باشه و دشمنشون رو نباشه. یعنی رفاقت انگلیسی رو انگلیسی رو به همه چیز ترجیح میداد. سعی در این داشت که رفیق انگلیسی باشه. یعنی عامل انگلیس نبود ولی دوستدار انگلیس بود. نمیدونم واقعا عامل چجور میشه گفت عامل بود یا نبود. ولی آره رفیق بود. یعنی با هم روابط حسنه داشتن. و در همون که میفرمایید در مداره که سفارت انگلیس در وزارت خارجه انگلیس از ایشون همیشه با احترام یاد شده. خیلی زیاد. و کاری هم یعنی یکی از دوباره نکاتی که در کتابم هست وقتی که کودتا میکنه یکی از گرفتاری‌های سفارت انگلیس اینه که میره 300 نفر از اشراف رو میگیره که به گفته خود سفارت اکثر اینها انگلوفیل بودن. بله. و سفارت هم میخواست از زیاد دفاع بکنه هم میخواست اینها رو نجات بده. نه اینا کسانی بودن که اغلب در زن خونهشون پرچم انگلیس داشتن، یعنی در عمل تحت نمایه انگلیس ها بودن. همه رو گرفتن. به اینها گفته بود که به سفارت انگلیس گفته بود که من میرم وضع اقتصادی ایران رو درست میکنم. تو از کجا درست میکنی؟ گفت اسم 300 نفر رو دارم که اینا به مملکت مقدار زیادی مالیات بده کارن. بله. همه اینا رو گرفته بود و میگفت مالیات عقب افتاده تو رو پس بده. هر جمله فرمان فرما رو که واقعا قول خودش خیلی مهم بود. اون میگه که وقتی اول وقتی کودتا شد و تمام شد اول کسی که آمد به دیدن ما فرمان فرما بود. تا وارد شد همه وحشت کردن. بعد به خودش به پای خودش اومد بگیرینش. با این خبر خوش دین آقایت متشکر. یک 10 دقیقه استراحت کتاب اگر میخوایید دوستان قبول کردن امضا کنن بعد برمیگردیم سوالات.